در حمله به ایران نیز اعراب مسلمان از همین سیاست آتش استفاده کردند، به طوری که کتابخانه های ری و گندی شاپور را به آتش کشیدند. زیرا عمر نیز معتقد بود که با وجود قرآن مسلمین را به هیچ کتاب دیگری نیابوم ما به اجرا گذاشت. نگاه میکنید، مرتضی راوندی در رویه 504 از پوشینه، ببخشید 54 از پوشینه دوم تاریخ اجتماعی ایران مینویسد: تصرف پایتخت ساسانیان و ویران شدن آن به دست تازیان تأثیر شدیدی در مردم ایران کرد. یکی از آثار شوم و بسیار زیان بخش حمله اعراب به ایران محو آثار علمی و ادبی این مرز و بوم بود. اعراب جاهل کلیه کتب علمی و ادبی را به عنوان آثار و یادگارهای کفر و زندقه از بین بردند. سعد وقاص پس از تسخیر فارس و فتح مدائن و دست یافتن به کتابخانه ها و منابع فرهنگی ایران از عمر خلیفه وقت کسب تکلیف نمود و وی نوشت: کتاب ها را در آب بریزید، زیرا اگر در آنها راهنمایی باشد با هدایت خدا از آنها بی‌نیازیم، و اگر متضمن گمراهی است وجود آنها لازم نیست. کتاب خدا برای ما. کی اینو گفته؟ نمیدونم، یه مرتضی فلان در کتاب راوندی در کتاب تاریخ نوشته سال 1354. 1354 یعنی چند سال پیش؟ یعنی 45 سال پیش. 45 سال پیش آقا از کجا نوشتی این حرف رو؟ عمر گفته؟ کجا گفته؟ اگر عمر گفته باشه، ما که به اصطلاح از خلفای راشده میدونیم حرفش رو پنهان نمیتونیم بکنیم. تو کتابای ما نوشته میشد، تو احادیث ما میومد. عمر از خودش که نمیگه، میگه حتما پیغمبر گفته کتاب دیگر نخوانید، حدیث میشد و بعدش مسلمان رو رعایت میکرد. ما چرا بعد از این هیچ وقت کسی ندیده؟ فقط همون در صدر اسلام در ایران دیده، در کتاب نیست در جهان بوده این کار شده. بعد از اون چرا نشده؟ بعد از اون چرا همه کتابخونه اسلامی بوده؟ پس این کتابا چهار تا خارج نرفته ایران، مرکز تمدن مگه نبوده؟ چهار تا میرفت اون طرفتر، خارز میرفت، بالاتر میرفت، پیش خزرها میرفت، پیش روسها میرفت. نمیشه که همش تو ایران بوده، اونم یه کتابخونه دو کتابخونه نه، فقط منتظر بودن که مسلمان ها بیان کتابخونه را آتیش بزنن. آقا دروغ اینقدر زشت نمیشه، اینقدر انسان پلید نمیشه، اینقدر بقوع گفته خود این آدم کلمه پتیاره رو به کار میبره، پتیاره نمیشه. ببینید، پس از وصول این دستور، سعد وقاص و دیگران حاصل صدها سال مطالعه و تحقیق ملل شرق نزدیک را به دست آب و آتش سپردند و به گفته استاد همایی همان کاری را که اسکندر با کتابخانه استخر و امرؤاس با کتابخانه اسکندریه و هلاکو با دارالعلم بغداد کردند، سعد ابی وقاص به فرمان عمر با کتابخانه ایران کرد. خب دارالعلم بغداد خودت اعتراف کردی، دارالعلم بغداد رو، این در زمان کی بوده؟ در زمان خلفای عباسی بوده یا نه؟ اینا کی بوده؟ اینا پسرعموی پیغمبر بودن یا نه؟ مسلمان ها بودن یا نه؟ خلیفه اسلام بودن یا نه؟ خود جانشین پیغمبر میگفتن یا نه؟ پس چطور اگر پیغمبر گفته کتاب خونه رو بسوزونید، اینا اینقدر کتاب درست کرده بودن؟ ما میدونیم که در هر رشته کتاب بود، ریاضی، فلک، علوم اون زمان، طب و و و بقیه حرفاش. این شیوه در رویه 33 ملاحظاتی از تاریخ ایران می نویسد: در سال 444 هجری کتابخانه معروف شمس الدین ابو المظفر گیلکی در شهر طبس توسط مسلمانان غارت شد و در آتش بسوخت. سال 444 هجری در طبس کتابخانه مسلمان ها، کتابخانه طبس توسط مسلمان ها غارت شد. معنیش چیه؟ معنیش این است که در سال 440 هجری، یعنی 400 سال بعد از اومدن اسلام، شهر طبس اینقدر پیشرفت بوده که کتابخانه داشته. آیا شهر طبس به دست یهودی ها بوده؟ به دست بودایی ها بوده؟ به دست مسیحی ها بوده؟ یا به دست مسلمان ها بوده؟ و
پس اگر 4000 در اون سال کتابخونه در طبس هم بوده، معنیش این است که اسلام کتابخانی رو فروغ داده که در طبس چنین کتابی بوده. چرا باید مسلمان آتش بزنن؟ مگه مردم طبس مسلمان نبودن؟ مردم طبس از اول مسلمان بودن.